جمعی از فعالین مدنی با بررسی سه کلینیک درمانی و سه مکتب در مرکز شهر و ولسوالی های هرات، نتایج یافته هایشان را در یک نشست عمومی با مسئولان ریاست معارف و سعت عامه در میان گذاشتند. به باور آنان برخی از مکاتب و کلینیک های درمانی در هرات هنوز خدمات اولیه برای دانش آموزان و بیماران را فراهم نکرده است. سید حسن حسینی گزارش می دهد. جمع شدند تا نتیجه بررسی هایشان را با مسئولان دولتی در میان بگذارند. بررسی هایی که طی چند ماه از سه کلینیک درمانی و سه مکتب در ولسوالی های انجیل، گذره و مرکز شهر هرات به دست آمده است. چندین بار اینا نظارت و تفتیش اجتماعی کردیم، البته با همکاری ادارات، و مشکلات و چالش هایی که فراروی کلینیک ها و مکاتب بوده به شکل سیستماتیک با ادارات زیرب شریک ساختیم. نفوسی که گذشته بوده با نفوس حال واقعا فرق میکنه. تعداد خیلی زیاد شده، نفوس گسترش پیدا کرده، مهاجرین زیاد آمدن و مشکلات هم زیادتر شده. در همین حال ریاست معارف هرات تاکید می کند که با توجه به امکانات سعی در برطرفی مشکلات در دراز مدت دارد. او چیزی که مربوط در حیطه صلاحیت و توانمندی اداره معارف هرات است، به یقین می بر شما اطمینان 100% می دهم. در بخش دیگری از این نشست، کارکرد ریاست سعت عامه هرات مورد انتقاد فعالان مدنی قرار گرفت. به باور شرکت کنندگان، ریاست سعت عامه توجه چندانی به کلینیک های درمانی در ولسوالی ها و حتی مرکز شهر هرات ندارد. این که نمیشه گفت که مثلا چون تشکیل نداریم ما متخصص نمیتونیم به کلینیک ها بگیریم. ما تشکیل نداریم پس نمیتونیم لابراتوارها رو بیشتر فعال کنیم. این مشکلیه که مراجعین دارن، مشکلیه که مستفید شده ها دارن، باید به زور رسیدگی بشه. در پاسخ به شکایت‌ها و انتقادهای شرکت کنندگان از ریاست سعت عامه، محمد آصف کبیر معاون این ریاست که در نشست حاضر بود، حاضر به صحبت با رسانه‌ها نشد. در همین حال نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات راه اندازی چنین برنامه‌هایی را مفید می‌خوانند. به باور آنان اگر معیارهای تحقیق مطابق به قوانین آموزش و پرورش و بهداشت مورد نظر کشور باشد، باید از تحقیق استقبال شود. وقتی میرن به نظارت در یک بخش در کلینیک‌هایی که مربوط به صحت عامه میشه یا مکاتبی که مربوط به معارف هرات میشه، همراه خود شاخصه های خود وزارت مشاورت مربوطه داشته باشند، متخصص مربوطه داشته باشند تا نتیجه ارزیابی از اینا نتیجه واقع بینانه باشه. گفته نیست که این طرح از سال 2017 میلادی شروع شده و تا ختم سال 2019 میلادی ادامه دارد. با باور اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان برنامه، از آغاز این برنامه خدمات درمانی و آموزش و پرورش در برخی نقاط شهر بهتر شده است.